بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عجل فرج مولانا صاحب العصر و الزمان شروع اول ماه و طلوع ماه تمام به این شروع درود و به این طلوع سلام خدا به حضرت سجاد داد فرزندی که او بنای فضیلت گرفت استحکام محمد ابن علی باقر العلوم که هست ز مادر و پدر خود سلاله دو امام ولی حق و شکافنده تمام علوم که هفت شهر فضیلت از او گرفت نظام گرفت دیده خود ز دست او جابر سلام باد بران دست و این چنین اکرام در چهارم و بحر هفت گوهر پاک در چهارم و بحر هفت گوهر پاک بر آن چهارم و هفت دور سلام مدام بران آن چهارم و هفت دور سلام مدام سلام و عرض ادب داریم خدمت یکایک شما بینندگان و خوبان امیدوارم در هر جای عالم که هستین خوب و خوش و صحتمند باشین و همیشه لباس عافیت به داشته باشین و ما را هم امیدوارم که از دعای خیرتان فراموش نکنید بینندگان عزیز و همچنان خدمت شما حلول ماه مبارک رجب المرجب را و همچنین میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام را تبریک و تهنیه درز می کنم و از خداوند خواهانم که در این ماه پربرکت و در این ماه با عظمت ما را مورد احو و بخشش خیش قرار دهد بینندگان عزیز همانطور که میدانید شما بیننده برنامه به وقت بیداری از شبکه جهانی هادی تیوی از شهر مقدس نجف اشرف جوار بارگاه ملکوتی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلات و سلام هستین امیدوارم که تا آخر برنامه با ما همراه باشین با احترام و افتخار در محضر کارشناس عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین سید حسین نصر الله علوی هستیم سلام علیکم جناب استاد خیلی خوش آمدید و علیکم السلام و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امر الى الله ان الله بصیر بالعباد بنده هم تبریک ارز می کنم حلول ماه پربرکت رجب المرجب و اعیاد رجبیه را خصوص میلاد با سعادت پنجمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر علیه السلام و را اولا به پیشگاه یگان منجی عالم امکان گل سرسبد عالم خلقت و ثانیا حضور ارادتمندانه شما بزرگوار و همینطور بینندگان خوب شبکه جهانی هادی تیوی و برنامه به وقت بیداری در خدمت شما هست سپاسگزارم از شما جناب استاد و, و خیلی لطف کردین از اینکه وقت مبارکتان را در خدمت ما قرار دادید سلام همونطور که میدانیم در ماه مبارک رجب قرار داریم ماهی که از نظر آیات و روایات در مورد این ماه کلام های زیادی است از نظر فضیلت این ماه از نظر بخشش در این ماه خوب از سخنی داشته باشیم در مورد فضیلت این ماه که این ماه پربرکت از چه فضیلت های برخوردار است دوست داریم از زبان شما عزیز بشنیم سلامت باشین تشکر می از شما خدمت شما و بینندگان عزیز از شود که الحمدلله امروز کل مؤمنین مطالعاتی دارن در ایباره الحمدلله جامعه اسلامی در مورد ای, ای ایام مطالعاتی دارن بدون شک اما تمونا من هم چند نکته ای را اشاره میکنم و پسنده میکنم به چند تا روایتی که از ائمه معصومین و حدیث قدسی که دست ما رسیده و او را خدمت شما از نقل میکنیم ماه رجب بسیار یک ماه پربرکت هست بسیار یک ماه بزرگی هست بسیار یک فرصت طلایی میتونه برای کل ما باشه نه. برای کل مسلمان ها که از این فرصت نهایت استفاده رو بکنن در فضیلت ایما بسیار صحبت های زیاد شده که ما نمیتونیم در یک برنامه و یا دو برنامه بتونیم یا در تی چند دقیقه فرصتی که داریم در مورد از او صحبت بکنیم وقت زیادی میخوای و همینطور فرصتی که بتانیم را شرح بدیم اما من میخوایم اشاره داشته باشم به حدیث قدسی که نقل شده و به دست ما و شما رسیده پروردگار عالم که تمام زندگی ما فضل خداوند است و رحمت پروردگار است که برای ما عنایت کرده ای بابت ای باید ما سپاسگزار باشیم اما در کنار ای باز هم یک رحمت و بخشش دیگه ای را بر ما کرده که چنین وسیله ای بر ما قرار داده چنین ایام خاصی را پروردگار عالم می فرماید جعل تو هاز یعنی شهر رجب ماه مبارک رجب حبلن بینی و بین عبادی فمن اعتسم بهی و سلبی پروردگار عالم می که من ماه مبارک رجب المرجب را یک راه پله بگیم یا یک, یک وسیله ای که برای رسیدن به ما باشه برای نزدیک شدن به ما باشه با یک فرصتی که بندگان ما به خود بیاین به سمت ما بیایه یک تناب است که انتهای این تناب را هر کس که دنبال ازی بره انتهایش میرسه به خداوند هر کسی که چنگ بزنه به این تناب من. که رحمت پروردگار هست به می خداوند وصل میشه پس این فرصت بسیار فرصت طلایی و زیبا هست و ای را خداوند بر ما ای بخشیده و لطف پروردگار عالم است در, روا... در حدیث دیگری از پیغمبر گرامی اسلام اشرف مخلوقات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که حضرتش میفرماید که ماه رجب در ماه رجب خداوند در این ماه رحمات خود را مثل باران میفرستد به سمت بندگانش ببینید در این ماه وقتی که در فضیلت این ماه میخوایم صحبت بکنیم شما هر عبادتی رو اگر انجام بدید چند برابر میشه ثوابی از او این خودش یک نعمت بسیار بزرگی هست یک وقت هست ما یک نمازی میخوانیم اگر به عنوان مثال عرض بکنم خدمت شما ده تا حسن خداوند به ما میده شما تصور کنید که مهربانی پروردگار بی اندازه هست خیلی زیاد است. اون از تصور ما بندگان خارجه اما همین مهربانی و رحمت خداوند که اینقدر زیاد است که از تصورات من بنده خارج هست در ماه رجب همین ده برابر میشه مثال ساده تر خدمتتان عرض بکنم ای بود که یک نمازی را اگر ما میخوانیم عمل خیر را اگر انجام میدیم ای اینی اگر ده تا حسن داشته باشه در ماه مبارک رجب المرجب ای چند برابر میشه. میشه شما تصور بکنید صدقه ای را اگر ما در این ماه میدیم برای رضای خدا البته خب در همه اعمال رضایت پروردگار و قربتا الله شرط هست که باید برای خدا باشه و غیر خدا چنین چیزی صحیح نیست خب ما یک روایت دیگر رو هم از یک از ائمه معصومین علیه السلام خدمت شما نقل بکنم و در خدمت شما هستیم امام کاظم علیه السلام می فرماید که رجب و شهر و عظیم یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات امام معصوم می فرماید که ماه رجب یک فصل است از روی پروردی که در این ماه کوچکترین حسنه شما چند برابر میشه چند برابر و از این بر در مقابلش چطور میگه سیئات و گناهان شما بخشیده میشه. بخشیده میشه با کوچکترین برگشت ببینید همون طوری که ما در به سمت خدا حرکت کردن کوچکترین حرکت رو مثال میزنیم در توبه و استغفار هم چنین است یعنی شما فرض کنید که یک استغفار اگر در زمان دیگه چقدر میتونه به شما کمک بکنه و در این ماه بنابراین همون کلام پروردگار عزوجل هست که میفرماید این ماه یک ریسمانی است که انتهای این ریسمان به من خداوند وصل است و هر کس که این ریسمان را بگیرد سعادتمندی نصیبش میشه بنابراین تلاش بکنیم که از این فرصت استفاده بکنیم ماهی است بسیار پربرکت که در این ماه هر عبادتی انجام شوه، هر کار خیری که انجام شوه میتونه سعادتمندی را برای ما و شما بیاره و ان تلاش بکنیم که از این فرصت استفاده بکنیم و دعا بکنیم که خداوند به ما چنین توفیقی را بده که ان شاء الله بتونیم همه ما و شما از فرصت ماه رجب استفاده بکنیم که این ماه یکی از ماهایی است که در نزد نه تنها مسلمین نه تنها مسلمین و دوران اسلام بلکه قبل از اسلام حتی به این ماه احترام داشتن این ماه ماه حرام محسوب می شده و در این ماه از جنگ دوری می کردن مردم قبل از اسلام حتی این ماه ماهی است بسیار محترم و خداوند انشالله به ما و شما توفیق بده که بتونیم از ما نهایت استفاده رو بکنیم سپاس از شما جناب استاد سلام باش. بله بینندگان عزیز همونطور که مشاهده نمودین جناب استاد عزیزمان فرمودن که و به عرض رساندن در مورد فضیلت این ماه از چه فضیلتی برخوردار است و انشالله تمام سای کوششمان بر این باشند که در این ماه خالی از این ماه بیرون نشویم انشالله خب استاد عزیز و بعد از اینکه فضیلت این ماه را برای ما فرمودید انشاءالله. از فضیلت این آگاه شدیم قطعا یک اعمالی در این ماه سفارش شده از طرف معصومین علیه السلام که ما و اعمال انجام بدیم تا این فضیلت نصیب ما بیشه و شما خواهشمندیم در مورد این اعمالی که سفارش شده برای ما توضیح ناید بفرمایید که چه اعمالی باید در این ماه انجام داده بیشه انشاءالله خدمت شما عرض شود برادر عزیزم جناب آقای حسینی که باز هم میرم سراغ حدیث قدسی که نقل شده قبل از اون یک لطیفه وار یک صحبتی داشته باشم که در این ماه با قول از او بند خدا که میگفت که نماز جمعه چند رکت است میگفت در روز جمعه هر چقدر میتونین بخانید آره هر چی بیشتر بهتر در این ماه هر چقدر میتونین عبادت کنید کار خیر انجام بدین بدون شک بی درجه نیست همونطوری کارش کردم اما پروردگار عالم اینجا چی میگه این بسیار لذت میبره آدم وقتی که یه حدیث قدسی رو میخونه از شهر و شهری والعبد و عبدي عبدی و رحمت و, رحمت و رحمتی فمن دعانی فی هذا الشهر عجبته و من سألنی اعطایته ماه ماه من است پیغمبر خدا همچنین گفته ماه رجب ماه خداست وقتی که شما در مقابلتان یا به اصطلاح آمیانه امروز خود ما طرف معاملهتان خداوند است پس اینجا قضیه فرق میکنه درسته. ما و حدیث حدیث قدسی هست باید نهایت استفاده را از این مدت زمان و فرصت بکنیم و عبد عبدی بنده هم بنده ای من است رحمت رحمتی من است هر دوست دارم میخوام به این بنده خود بدم کسی ممانعت نمیتونه بکنه نوزو بله خب در این ماه و اینجا خداوند در ادامه از چی میفرماید که در این ماه مرا بخوانید در غیر از این که در این حدیث قدسی خداوند بخواهد چنین هدایتی را و راهنمایی را به ما بندگانش بکنه قبل از او هم به قرآن وعده داده آقا شما بخوان من اجابتش با خود من شما مرا بخوان اجابتش با خود من من خودم هم که جواب شما بندگانم را خواهم داد خب مرا بخوانید و من شما را اجابت خواهم کرد و اگر حاجتی دارید از من بخواید از من پروردگار و من این حاجت شما را برآورده خواهم بنابراین در این ماه کارهایی که اعمالی که زیاد سفارش داد مسئله اول مسئله دعا هست که در برنامه های گذشته در شبهای جمعه در خدمت عزیزانمان بودیم جناب حجت الاسلام آج متهری متحری و دیگر عزیزان در بحث دعا و آداب دعا و چگونگی در, در این جور موارد بسیار صحبت زیاد شد که من نمیخوایم وارد از او در این ماه دعا بسیار سفارش شده همونطوری که در اینجا هم عرض کردم از حدیث قدسی خداوند میگه مرا بخوانید در این ماه و من شما را اجابت خواهم, خواهم کرد مبارد. مسئله دوم بحث روزه است که در این ماه اگر کسی روزه بگیرد بسیار فایده کرده الان خصوص در آغاز این ماه در آغاز این ماه بتونه روزه بگیره در دهه اول دهه دوم و دهه سوم الان خصوص دهه اول بسیار برشون سفارش شده پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید ان فی الجنه قصرا لا يدخله الا صوام رجب ببینید یک جایگاه بسیار خاص و ویژه را خداوند برای کسانی که در این ماه روزه می میگیرد براشون در نظر گرفته آقا شما ان روزه بگیر در فردای قیامت یک جایی هست یک قصری هست در بهشت که خداوند تدارک دیده این رو برای شما بنده ای که در ماه مبارک رجب المرجب روزه گرفتی پیامبر میفرماید هیچ کس وارد این قصر نمی شود مگر کسانی که در ماه مبارک رجب روزه گرفته است ببینید در اصل خب حالا از فلسفه اگر بخوایم رو موشیکافانه وارد از این قضیه شویم یک فلسفه های دیگه هم داره خب دو ماه بعد انشاءالله ماه مبارک رمضان هست در ماه مبارک رجب و ماه شعبان کم کم آمادگی بگیریم برای اینی که در ماه مهمانی خدا سر سفره پروردگار عالم حاضر بشیم بحثی روزه است که جدای از اون پیامبر یک،, یک, خبر خوش دیگه هم به روزه داران ماه مبارک رجب میتبر ما میگن کسی که در این ماه روزه بگیرد خداوند سه تا نعمت و سه تا جایزه میشه گفت برای از او در نظر گرفته اول آمرزش برای تمام گناهانش آقا شما یک روزه بگیر در ماه مبارک رجب خداوند تمام گناهانش رو چیکار میکنه میبخشه دوم مسئولیتی برای باقی مانده از عمرش بیمه میشه روزه ماه مبارک رجب نه تنها گذشته انسان رو پاک میکنه بلکه راه آینده رو هم روشن میکنه بیمه میکنه. بیمه میکنه. انسان را از شر شیطان از از فتنه فتنه افغانان از همه اینها زمینه گناه دیگه ان برش فراهم نمیشه ایمینی از تشنگی در روز قیامت ببینید این هم یک جایزه است که پروردگار عالم فقط در مجموعه که ما بخوایم یک کم خودمانی گپ بزنم جناب آقای حسینی عزیز شما یک قدم وردار خداوند خوب از شما است شما یک روز روزه بگید ببینید خداوند چقدر بخشش کرده بر شما خدمت شما شود که وقت برنامه را نگیریم بیشتر از این بحث دوم به سوم استغفار هست در این ماه نماز خواندن هست و استغفار استغفار عرض بکنیم خدمت شما امام صادق علیه السلام میفرماید که ماه رجب از پیامبر گرامی اسلام نقل میکند که پیامبر فرموده ماه رجب ماه امت من است ماه استغفار امت من است ما از میکنم ماه استغفار امت من امام صادق علیه السلام سفارش میکنه بر شیعان و پیروانش که آقا پیامبر خدا رحمت للعالمین اشرف مخلوقات چنین فرموده که این ماه ماه استغفار است پس نهایت استفاده را از این ماه بکنیم بیاین برگردیم در این ماه فرصت بسیار خوب است مجال بسیار شایسته است که ما برگردیم به سمت پروردگار استغفار بکنیم یک زانوی بزنیم آجزانه الهی من هیچی ندارم با دستان خالی آمدم استغفار میکنم در این ماه علال خصوص قبل از هر نمازی اگر انسان بتانه فرصت داشته باشه که خیلی کار راحتی است این تسبیح شانفر داره استغفار بگه استغفر الله ربی و اینقدر برای انسان فایده داره این این سعادت من یعنی همین گفتم وقتی طرف معامله ما خداوند هست پس خاطر مجمع است شما در معاملات روزمره میبینید که چطور هست دیگر اینی که یک کسی که میخواه معامله انجام بده دغدغش این است که طرف معامله چطور آدم باشه وقتی که من طرف معامله ما خداوند پس خاطر مجمع نماز خواندن در این ماه بسیار سفارش شده همونطوری که گفتم هشت بیشتر بهتر اما نمازهایی است که سفارش شده که ما اگر بخوایم اونا را بپردازم به ای که توضیح بدم که چطور و در کیفیت اون نمازها ها فکر کنم وقت زیاد لازم باشه بسیار زیاد سفارش شده انشالله که توفیق داشته باشیم از خداوند بخواهیم که توفیق بده که بتونیم در این ماه نهایت استفاده را بکنیم بینندگان عزیز ما میتونه در این قسمتی که در قسمت نمازهای ماه رجب رجب المرجب ان شاء بتونن در مفاتیح الجنان مراجعه بکنن و خدمت شما عرض شود که اونجا برشان راهنمایی صحیح کردن سپاسگزارم از شما جناب استاد ان شاء که خداوند به همه ما توفیق بده تا از این ماه از این و از این ماه پر برکت دست خالی بیرون نیاییم ان و یک چیز دیگر هم خدمت شما به عرض برسانم که دوستانی که دوست دارن ارتباط برقرار کنن با برنامه به وقت بیداری یا دوست دارن پیشنهادات بدن پول ارتباطی برنامه به وقت بیداری مثبت 964 780 255 43 می باشد و خیلی خوشحال میشیم که بینندگان عزیز ما برای ما پیشنهاداتی بده تا در برنامه از پیشنهادات شما عزیزان استفاده بکنیم بله این ماه اونقدر عظیمه که زبان ما کوتاه از عظمت این ماه از گفتار عظمت این ماه که چقدر ماه عظیم و ماه پرخیر و برکتیه و انشالله به هر حال بتوانیم از این ماه درست استفاده کنیم همونطور که استاد عزیزمان هم برز رساندن که این ماه ماه استغفاره این ماه ماه توبه این ماه ماهیه که خداوند هیچ بنده را از در خانه خود از در رحمت خود دست خالی نمیفرسته موقعی که میگه این ماه ماهی ای منه و بنده هم بنده ای منه سعی بکنیم در این ماه کمال استفاده رو بتانیم بکنیم و انشالله که خداوند به آبوری اهل بیت علیهم السلام ما را از جمله اشخاص قرار بده که مورد عفو و بخشش خیش قرار دادن بینندگان عزیز در این رسیدیم به یک وقفه کوتاه و انشاءالله بعد از وقفه برنامه در خدمت شما خوبان با ادامه بحثمان خواهیم بود آه آه هماره نامت بلند باد ای آسمانی مرد زمینی تو از تبار نوری و تاریخ وامدار شعاع تابناک اندیشه توست ای تو سیرا و سرچشمه کلام خداوند کامهایمان تشنه باران کلام توست سخن بگو تا نور کلامت بر ما ببارد و زمین و زمان سینه به سینه از عطر گل محمدی آکنده شود دانش از نام تو آواز گرفت آنگاه که شکافته شد و شگفتی آفرید ای ابر مرد دانش و ای شکوه فرهنگ تو در زمانه ای که ابرهای سیاه سایه تردید می خورشیدوار خرشید وار تابیدی تا تا بذرهای یقین جوانه زند و یخهای یعص و تردید آب شود ای امانت دار رسالت توحید و وارث تعلیمات محمدی و علوی تو یادگار کربلا بودی و سند مظلومیت بقی اینک بقی قلب ما روشن از نور توست اینک خیل قاصدک ها را بدرقه سلامی می کنیم که پیام صلی الله علیه و آله بر تو فرستاد سلام ما را نیز پذیرا باش همه وجودت گستره دانش است و انتشار آن امویان را به سبب کوردلی و ناتوانیشان در فهم و ادراک به سطوح آورده بود باغهای امامت و عدالت در حاشیه نام بلند تو شکوفه می کنند. تو بیرق امامت را بر بالای بام همه دلها افراشتید به برکت لبخند مهربانی های تو اولین پنجره ها را به سوی آفتاب باز کردند در سای سار امامت تو سنگ ها سکوت خود را شکستند و بغز های هزار سال ترک برداشتند و باران های تند و مهربان تو بر تشنکامی ما باریدند تو عادلترین عاشق بودی که در روزگار قهطی آغوش پناه دلتنگی های دنیا شدی چقدر دلتنگ لب گشودن تویی کاش دوباره پروانه های کلامت پر بگیرند هنوز پروانه های کلامت در هوای عاشقی ما بال میزنند تو که آمدی با آمدنت روزهایمان رنگ و بوی مهربانی گرفت و ابرهای دلتنگی از بالای سر روزهایمان رخت بر بستند تو که آمدی عشق در گلدانهایمان شکوفا داد و با آمدنت پنجرههایمان به سمت آفتاب چرخیدند و خورشید در آستانه شبهایمان نشست بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ماه پرفیز رجب ماه نبی ماه خداست ماه پرفیز رجب ماه نبی ماه خداست ماه توبه ماه مه رحمت ماه ذکر است و دعاست ماه از خیش بریدن به خدا پیوستن ماه آن کس که به حق واصل و از خیش جداست ماه میلاد شریف دو محمد دو علی که پر از جلوه ماه رخشان عرض و سماست جمعه اول این ماه جمال ازلی در تماشای رخ حضرت باقر پیداست دوم ماه رجب عید بزرگ دیگر است عید میلاد علی ابن جواد ابن رضا است عید میلاد علی ابن جواد ابن رضا است سلام مجدد داریم خدمت همه شما عزیزان و خوبان امیدوارم که همه شما خوبان در صحت کامل باشید عزیزان در نیمه اول برنامه در مورد ماه مبارک رجب توضیحات را ارائه فرمود جناب استادمان و در ادامه بحثمان میرسیم به اینکه اعیاد است در این ماه در این ماه مبارک رجب عیدهایی است عیدهای با عظمتی از امامان معصوم که اول ماه مبارک رجب عید امام محمد باقر علیه السلام است و در دهم این ماه عید میلاد ولادت امام جواد علیه السلام و در سیزده ماه مبارک رجب هم ولادت امام علی علیه السلام میباشد خب امروز که اول ماه مبارک رجب است و میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام خوب است مختصر در زندگانی آن حضرت رجوع بکنیم و بیشتر آشنایی پیدا بکنیم با زندگانی آن حضرت از شما خواهانیم که در مورد زندگانی امام محمد باقر علیه السلام برای ما توضیحات عنایت بفرمایید سلام مجدد دارم خدمت شما و بینندگان عزیزم چشم انشاءالله در خدمت شما حسنی. برادر عزیزم جناب آقای حسینی از ای که فرصت پیش آمده و این مجال هست که ما بتونیم صحبت کنیم هرچند در توان حقیر و امثال حقیر نیست که بتونیم در مقام یک امام معصوم و بزرگوار مثل امام محمد باقر که میتونه بهترین الگو در زندگی ما باشه صحبت بکنیم اما ما بسیار مختصر از ولادت تا شهادت آن حضرت رو خیلی مختصر میخوایم اشاره بکنم و بعد بیشتر بپردازیم به ابعاد اجتماعی زندگی آن حضرت حسد. که امام محمد باقر علیه السلام پنجمین اختر تابناک امامت فرزند امام سجاد علیه السلام هست و در سال 57 هجری قمری در مدینه منوره به دنیا آمد و بیت رسول گرامی اسلام رو نورانیت بخشید و دل امام سجاد علیه السلام رو شاد کرد و چهار سال ایشون محضر امام حسین علیه السلام رو در کرد پدر بزرگ بزرگوار ایشون رو و یکی از کسانی هست که در واقعی آشورا هم حضور داشته چهار ساله بوده امام محمد باقر علیه السلام در اون عصر و میشه گفت پا به پای امجانش در این سفر طولانی و تلخ بوده و یکی از کسانی که نظارگری تلخ ترین صفحه از تاریخ بوده امام باقر علیه السلام و ایشان 18 سال امامت کرده بر مسلمانان دنیا و این مسلمان هایی که در اون عصر بودن خوشا به سعادتشان شیعیانی که استفاده کردند از محضر امام علیه السلام و امام علیه السلام در سن 57 سالگی در ماه ذی در هفتم ذی به شهادت رسید این مختصر از زندگی امام علیه السلام که باز در ابعاد دیگه ایش در خدمت شما خوب سپاسگزارم از شما جناب استاد و بعد از گذشت مختصر آن حضرت می رسیم به سوالی که باید پرسیده شود ویژگی های آن حضرت است که آن حضرت از موقعی که به دنیا می آید و تا آخر عمرشان دارای چی ویژگه های بوده اگر لطف بکنید برای ما توضیح عنایت بفرمایید ویژگی های امام محمد باقر علیه السلام رو در خدمت شما ببینید برادر عزیز و بینندگان عزیز ویژگی های ائمه معصومین خب بسیار زیاد است که اما اینی که ما از چه استفاده ای می میتونیم داشته باشیم و چی در کدام ابعاد زندگی میتونه بر ما یک الگویی باشه که یعنی در حد توان درک ما شیعیان و مسلمانان باشه ما انسان ها باشه من فقط به چند تا نکته اشاره می کنم همونطور که عرض کردم ویژگی های یعنی ائمه معصومین زیاد هست امام محمد باقر علیه السلام در شخصیت اخلاقی یعنی اگر بخوایم از نگاه اخلاق شخصیت ایشون رو در موردش بحثی بشود تواضع حضرت بسیار زیاد بوده در زندگیشان و میتونه یک الگوی بسیار خوب در این قسمت باشه برای هر یکی از ماها و صداقت در گفتار خب این بعید نیست از امان. این این, این, باید باشه خدمت گشاده رو بودن با مردم با مؤمنین با همسایگان حتی بعض ایام میگفتن من یک جایی دقیق به خاطرم نیست من داستان رو خواندم گفتن آمدن خدمت امام امام در مسجد بود به امام توهین کرد اما میگیم امام ناراحت چون نه صبر امام رو ببینید میتونه بسیار یک الگوی بسیار خوب برای ما باشه دشمنش اعتراف میکنه میگه یک, یک طور امام به ما لبخند زد و گپ ما را گوش داد که انگار که حق با ما هست فقط که ما آمده باشیم حق گفته باشیم اینها میتونه بهترین الگو در این عرصه های از زندگی ما باشه در گوش با وجودی که امام محمد باقر مشکلات زیادی رو داشت تمام ائمه معصومین در زندگیشان مشکلات زیاد داشتن اون رهبرها اینی که من بخوام خدای نکرده رهبران عصرمان را این کسانی که میگن آقا خودشان رو رهبر حساب میکنم قیاس بکنم این, این کار اشتباهه اشتباه قلطه. این غلطه زندگیشان بدون مشکل نبود اما گشاده رو بودن همیشه مردم ناراحت بر نمیگشتن اگر با دل پر از غصه و اندو هم می آمدن خدمت امام با دل شاد برمیشتن اگر در توانشان کمک مالی نبوده اگر در توانشان کاری نمیتونستند برشان انجام بدن در ظاهر حداقل روحیشان خوب میکردن چیزی که امروز ما اگر بخوایم خودمانی تر گپ بزنم چیزی که مردم ما نیاز داره مسلمین نیاز داره این نوع عبادت است گشاده روی با همدیگر با برادران من با خواهران من با خانواده ای من من پدر خانواده هم باید با فرزندم چگونه حرف بزنم من مادر خانواده هم باید چه سیاست رو حفظ بکنم من فرزند و جوان نوجوان خانواده هم با پدر و با همسایه چجوری حرف بزنم یک توجیه هم میارن که میگن آقا جوونه آقا این نشد هر. درست اما اگر من شیعه هستم و پیرو امام محمد باقر علیه السلام و ائمه معصومین اینها بهتر الگو هست در این گشاده روی میتونه انسان رو برای دیگران جذاب باشه این بر انسان انسان میتونه برای دیگران جذاب باشه بیاین به سمت از آدم اینکه حداقل اگر من نمیتونم همسایه من مشکلی دارد نمیتونم اون مشکلش حل بکنم حداقل این اخلاق خوش و رفتار خوش خودم رو لبخند ساده خودم رو ازش نگیرم بله چنانچه خداوند هم این رو دوست داره وقتی شما میرین در مقابل میرید در محضر پروردگار نماز میخوانید عبادت خدا رو انجام میدید مگر مستحب نیست که تبسم بر لب داشته باشه خداوند هم این رو دوست داره بناهن تلاش بکنیم که این اینها رو در زندگی ما پیاده بکنیم و الگو برداری بکنیم از امام علیه السلام بندگی و عبادت ائمه معصومین علال خصوص امام محمد باقر که موضوع بحث ما هست بسیار پر رنگ بوده. اینطور نبوده که حالا ما بگیم که امام محمد باقر علیه السلام عبادت میکرد از او طرف از کارهای دیگه خود میماند از کار اجتماعی میماند نه به همه امور میرسید هر کاری هر برنامه حد و اندازه و نظم خودش رو داره به شرطی که ماها بتونیم دقیق برنامه ریزی داشته باشیم همچون امام در حالی که هم عبادتش رو میکرد و هم میرسید و بقیه اعمال و بقیه کارهای خودشان امام علیه السلام در کار و تلاش و زهد و تقوا نمونه بوده برای ما که ما میتونیم الگو بگیریم از امام اینا ویژگی های امام هست میگه یک وقتی که از زاهدان صوفیه آمد دید که امام محمد باقر خیلی کار میکند آمد که به امام بگه که خب آقا شما که امامی م... حالا بهمون شما که امامی شما چرا انقدر زحمت میکشی برو به عبادت بپرداز ببینی چه جواب میده امام محمد باقر بسیار لذت بخش هست برای انسان به, چش... به گوش دل گوش بده ای را بسیار میتونه بر ماها خیلی راه گشا باشه استناد میکنه به آیه از قرآن عظیم الشأن. امام علیه و امام علیهم السلام که در سوره جمعه آمده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فعضا قضیت سالات و فِي روفل ارزی مِنْ من فضل الله همون برنامه ریزی که گفته زمانی که عبادت خداوند رو انجام دادین برین به سمت کسب درآمد زندگی خوب حالا نباید که حتما زاهد و مؤمن و نمازخان که بدبخت و بیچاره باشه نباید که خانوادهش در فقر زندگی بکنه حتما من. این شرط عبادت نیست شرط خدا پرستی این نیست که خانوادت رنج بکشه شما پیش آقا خوب من دارم میرم مکسر نماز میخوانم اعتقاف میکنم بعد خانواده و زن و بچه و اینها همیشه در عذاب باشه این شرطش نیست باید برنامه ریزی داشته باشه و امام سجاد امام باقر علیه السلام در جوابش میگه اگر من بنده خدا در حال کار از دنیا برم در حال کار کردن و کسب روزی حلال مثل کسی از دنیا میرم که در مهراب نماز از دنیا رفته در حال عبادت پله در حال عبادت از دنیا کار عبادت است این معروف این جمله از قدیم الایام میگفتن به گوش ما خواندن این رو کار عبادت است در این امور میتونیم از اماممون خیلی الگو برداری بکنیم و استفاده بکنیم رسیدگی به حال محرومان جامعه به نحوی خب آن ما که کسی نیستیم بخوایم تعیین وظیفه بکنیم ولی خب اون امام امت و امام ملت بوده امام مذهب بوده وظیفه به نحوی داشته در این امور و امام در این امور خیلی فعال بوده این سنت جدشان بوده از پیغمبر گرامی اسلام گرفته تا خود امام تا تمام ائمه معصومین اینها همیشه محرومان را و غریبان و فقرا را دوست داشتن تلاش میکردن با اونها هم سفره بشن اونها رو توجه به اونها داشته باشن ما اگر بخوایم از یک زاویه بسیار کوتاه همینطور مختصر از یک زاویه دیگه همین قضیه رو نگاه بکنیم اگر یک کسی که در با یک درجه و با یک منصبی هست با من غریب با من نوعی غریب و بیچاره و یک کارگر اگر هم ها شاید بیشتر بتونه ما رو درک بکنم بلد. و چنانچه چه بوده چنان همیشه هوای محرومان رو داشتن این باز توجیه نمیشه که ما بگیم که خب امام باقر آقای علوی شما میفرمایید که امام محمد باقر چنین بوده خب ما که امام محمد باقر نیستیم این نمیشه حرف آقا این نمیشه دلیل خب امروز آلا ماها هم در حد توانمان ما که پیرو هستیم خداوند توفیق بده که شیعه هم باشیم محب واقعی هم باشیم خب شرط شیعه بودن شرط پیرو بودن همینه که از دستورات اونها پیروی بکنیم و اونها با رفتار و با انجام و کردارشان چنین به ما آموختن آقا هوای همسایه همون رو داشته باشیم هوای فقیر و فقرامون رو داشته باشیم اما از اون روزی که ما سیر بخوابیم و بچه همسایه ما گشنه بخوابه یا فقرای محل ما حد الامکان تلاش بکنیم که در زندگی ما در هر جایگاهی در در هر طبقه از جایگاه در خانواده هستیم پدریم مادریم پسریم دختریم هر کسی که هستیم تلاش بکنیم در حد توانمان این سنتی که از ائمه معصومین برای ما مانده ای را ادامه بدیم و ف... هوای محرومان و فقرار داشته باشیم علال خصوص در شرایط فعلی که میشه گفت خیلی از هموطنان ما نیاز دارد عزیزانی که در خارج از وطن هستند و به اصطلاح امروزی و آمیانه خود ما و شما دستشان به دهنشان میرسند انشاءالله هم آن و عزیزانشان را فراموش نکنند این چند تا ویژگی از امام علیه السلام بود که ما میتونستیم میتونیم در زندگیمان از او استفاده بکنیم و الگو قرار بدیم ان که خداوند به ما چنین توفیق را عنایت بفرماید آمین از شما جناب استاد و گرامی همان که استاد عزیزمان فرمودند در مورد ویژگی های امام محمد باقر علیه السلام که یکی از ویژگی هایشان گشادروی با مردم بود همانطور که میدانید گشاد هم عبادت است اخلاق خوب هم عبادت است عبادت تنها به این نیست که همیشه مشغول نماز باشیم همیشه مشغول دعا خواندن قرآن خواندن و همیشه روزه باشیم علال خصوص در شرایط فعلی که همه شما عزیزان میدانید مخصوصا جامعه مسلمین در چه وضعیتی قرار دارد خوب است اونهایی که میتوانند اونهایی که واقعا قدرت اینو داره به کسانی که پایین تر از خودشان هست باشه و اگر دقیق تر بخوام ذکر بکنم دقیق تر بخوام برای شما بگویم اینه که در شرایط فعلی همونطور که میدانید افغانستان خیلی موضع خرابه دارد انشاءالله که بتانیم از هر جهت و از همه نظر اونهایی که فقیر هستن اونهایی که پایین تر از ما هستن دست اینها رو بگیریم که این خودش یک نوع پیروی از اهل بیت علیهم السلام است ان شاء الله که سلامت سر حال باشید بینندگان عزیز و خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما که تا این قسمت برنامه با ما همراه بودین همینجا برنامه ما به پایان میرسد و ان شاء الله تا برنامه بعدی شما رو به خداوند یک یکتا میسپاریم خداوند یار و مددکار شما <applause>